سلام، سلام به همگی. سلام سلام سلام. با حاله، داریم یخ میزنیم. من امروز آفتاب بود، صبح از خونه زدم بیرون، هیچ با لباس مناسب. تازه همشه یه ژاکت بر میداریم همراه خودمون. فکر کنم نت من ضعیفه اینجا، نمیدونم، من اومدم یه شهر دیگه هستم، فکر کنم خطهی من اینجا خوب نیست. الان اومدم تو مسیرمون یه مغازه دیدم، اومدم برم تا شوهرم داره میره دندون پزشکی، منم گفتم بیام یه ذره اینجا لایف بشم. بچه یه کتاب خوندم، خیلی خوب بود متنش، چقدر درس بزرگی داشت. شما الان منو ندارین؟ فکر کنم الان خطه خوبه، نمیدونم، پس از طرف شما شاید. الان اینجا همیشه باید یه دونه ژاکت همراهمون داشته باشیم. خیلی هوا سرد شده امروز، یعنی صبح اینقدر هوا گرم بود، داغ، آفتابی. منم به امید اینکه هوا خوبه یا آسین کوتاه پوشیدم با شلوارک، الان زدم بیرون یخ زدم. بذاریم فکر کنم مسیرم دارم اشتباه میرم من الان. بچه میخوام یه چیزی رو براتون، یه متنی از این کتاب بخونم، کتاب من و ما. این کتاب رو از ایران خریدم، همیشه کتاب های کوچولویه، خیلی. بذاریم براتون ببینم روش چی نوشته. نوشته داستانهای کوتاه و شگفت انگیز. داستانهای آموزنده داره این کتاب و این قسمت، بذاریم بچه نشنش بدم، نوشته به نام اخلاق اسم این قسمتش هست. و خیلی جالبه که میگه یوزف شورتز یه سرباز آلمانی بوده. انگلیس الان پاییزه؟ نه خیر سرش، اینجا الان تابستونه. مثلا چه تابستونیه، داریم یخ میزنیم تو تابستون. کلا اینجا تابستون ما 4 روز فکر میکنم داریم، دقیقا همین 4-5 روز. هوا خیلی داغ میشه، به 35 درجه هم میرسه. اینجا هوا 40 درجه میشه، خیلی پیرزن پیرمردا میمیرن دیگه، یعنی بالا 30 میره، آمار مرگ و میره بالا میره به خاطر گرما. بذاریم من بقل اینا میخوام رد بشم، ماسکمو بزنم. خب داشتم اینو براتون میگفتم که یه سرباز آلمانی در جبهه شرق بوده و اونجا به همراه 7 تن از سربازای دیگه، میگه که همرزمانش بودن، به یه مأموریت فرستاده میشه و فکر میکردن که اینم یه مأموریت عادیه. ولی بعد از یه راهپیمایی که میرن، افراد گروه میفهمن که مأموریتشون مثل همیشه نیست و فرق میکنه و 14 تا اسیر دیگر رو میبینن که چشماشون رو بستن کنار دیوار گذاشتن که اینا رو رگبار کنن. و از این تعداد سرباز، این آقای یوزف شولتز وقتی بهش میگن شلیک کن، حرف هیتلر رو گوش نمیده و شلیک نمی کنه. و این خیلی برای من آموزنده و عالی بود که چقدر خوبه که ما اخلاقیات رو در درجه اول هر چیزی قرار بدیم. خیلی بذارید من از روی خود این قسمت براتون بخونم. میگه کلاه و تفنگش رو به زمین انداخت و آرام خود را در کنار شهروندان اعدامی قرار داد. میگه اون مرگ رو به جای کشتن غیر نظامیان انتخاب کرد. خب فکر کنم دوباره وصل شدم، ببخشید من همش قطع میشم، به موقع هم وصل شدم از آبر پیاده رد بشم حواسم پرت نشه. اومدم بیام علی، این پسر من شکلات های اینجا رو دوست دارم، بیام برای شکلات بخرم. خب
داشتم اینو میخوندم براتون که میگه کلاه و تفنگش رو این سرباز به زمین میندازه و آرام خودش رو کنار شهروندان اعدامی قرار میده. اون مرگ رو به جای کشتن غیر نظامیان انتخاب کرد. کاش واقعا این دیدگاه رو چقدرم شلوغه چقدر امروز بچه اینو گذاشتن اینجا تا سبزه میتونی وارد بشی. اگر قرمز شد باید صبر کنی که یه نفر بیاد بیرون تا شما بتونی وارد بشی، چون بعد از کرونا دیگه یه تعداد خاصی رو مغازه ها میتونی وارد بشی. اینجا هم که گذاشتن که ضد عفونی کنی. خب من یعنی اومدم یه کتاب برای شما بخونم. آقا این کتاب من بعدن صوتی میکنم، این قسمتش رو میذارم براتون، فایده نداره اینجوری تو هی قطع و وصل میشه. هوا که بدجور ابریه. بله خب ببخشید، قرار بود این کتاب رو براتون بگم نشد، حتما این قسمتش رو صوتی میکنم میذارم، چون اصلا خطی خوب نیست، نمیشه خوب لایف بود. من برم یه دونه سبد بردارم. اچه یه رژیم 7 روزه گذاشتم، ما تو اون رژیم هستیم، اگر دوست داشتین میتونین اون رژیم هم برین، ولی خب خودم زیاد قبولش ندارم، فقط میرم که بدنم یه ذره عادت کنه برای رژیم بخور به قول من لاغر شو. Thank you. من حواسم تو این آخر برخوردی با اینا میکنم، بدون این دوربینم رو برگردونم. کاهو برای سالاد. بعدم کاهوش کوچولو کوچولو. خب امیدوارم مسابقه رو راستی شرکت کرده باشین. اگر کسی سوالی در مورد مسابقه داره تا من لایوم میتونین بپرسین. در مورد اقامت انگلیس هم گفتم، پیامم گذاشتم، استوریم کردم. من هیچ اطلاعاتی متاسفانه ندارم، ولی قرار شد که حتما یه برنامه بذارم براتون و لایف بشم با یه وکیل. اینجا هم وکیل های قصد سخت میتونی پیداشون بکنی. به من نوبت دادن این خانم وکیل که سپتامبر جا خالی کردن که یه لایف داشته باشیم، و اگه شما سوالی دارین در مورد اقامت انگلیس بپرسین. من فکر کنم قطعش کنم برم خریدم بکنم، چون اینجوری شما ملکی هی توی این مغازه ها دنبال من باید بچرخی. فقط هیچ کس چون سوالی نداره دیگه. آره شکرگزار که هستم، نباید اینو بگم، ولی همین که ایران زندگی نمی کنم باید شکرگزار باشم. نوشتین شکرگزار باش، این که شکرگزاری داره. مثلا آب و هوا اینجا، هوا ابری هست بارونی هست، اینا خیلی بده، ولی همین که هوا خوبه خودش خیلی عالیه. یعنی همین بارندگی باعث شده هوا تمیز باشه. خب من نمیدونم قیمت گوشت ایران چقدره، اینجا زده کیلویی حدوداً 20 پونده. این البته فرق داره قیمتاشون، کیلویی این استیکاشو زده اینجوری، ولی دونه ای 4.49 زده. راستا نمیدونم رفتم انگلیس باید چیکار کنم. الان توضیح دادم فکر کنم، من انگلیس هستم، برای اومدم به اینجا گفتم اطلاعاتی ندارم، ولی یه لایو به من یه وکیل نوبت داده، تماس گرفتم باهاشون، چون من نمیخوام اطلاعات غلط به کسی بدم.
برای همین باهاشون تماس گرفتم و به من نوبت دادن که توی سپتامبر یه لایو با من داشته باشن و اگه شما هر سوالی دارین که چطوری میشه اومده انگلیس میتونین یادداشت کنین و در ماه سپتامبر ازشون بپرسین. چی خبره؟ هرچی پیرزن پیرمرد ریخته بیرون امروز. سلام. پس برای اون چیز لایوی که داریم حتما استوریا رو دنبال کنیم. من داخل استوریا اطلاع رسانی میکنم معمولا، ولی سعی میکنم پست موقت هم بذارم. آره معلوم نیست چه خبره امروز اینقدر اینجا شلوغه. اینجا شهر ما نیست، من اصلا زیاد به جاهاشم وارد نیستم که چی کجا داره. دارم اینجا میگردم. وای بچه این لیدل، نه من الان توی الدی هم، لیدل یه بستنی های آورده بود مثل بستنی های پاک ایران بود، خیلی خوب بود. آره شاید هم روز پیرمرد پیرزن هست. نه آخه اینجا بعضی روزهای به خصوص ماشین های مخصوص هست میرن دنبال، اینم قسمت بستنی هاش، میرن دنبال پیرزن پیرمرد ها. ساختمون پیرزن پیرمرد ها اینجا معمولا جداه، یعنی تمام آپارتمانی هست که فقط مثلا اینا بالای 50 سال هستن، بعد میرن دنبالشون همه رو سوار میکنن میارن اینجا میذارن پیادهشون میکنن خرید کنن، بعد دوباره میان دنبالشون میبرنشون دم ساختمونشون پیادهشون میکنن. اینم از امکانات خوبیه که اینجا بهشون میدن. آها رسیدم قسمت شکلات ها بالاخره بکنم. این شکلات ها هم خوشمزه است اگه تو ایران هست. وقتی من دوست ندارم، پسرم دوست داره. من شکلات شیری کلا دوست ندارم، من دارک شکلات خورم. خب هیچ جا خوراکی های ایران نمیشه. آره باور میکنی چند فوشا یه دونه توی یوتیوب هم گذاشتم، رفتم سوپر ایرانی. اتفاقا امروز هم قراره برم دوباره سوپر ایرانی. ما اینجا خدا را شکر سوپر ایرانی داریم، میتونیم بریم محصولات ایرانی رو بخریم، مخصوصا خیارشور. اینجا خیارشوراشون خیارشور نیست، خیار شیرینه، افتضاحه، اصلا نمیشه بخوریشون. خلاصه این که آره واقعا ماها ایرانی ها هر کاری بکنیم آخرش غذاهای ایرانی میخوایم. قیمت ها رو میگیم. قیمت چی رو الان من بگم؟ اینجا یه عالمه جنس هست. اینجا من الان ساوسن کولفیلد هستم ولی شهر خودم سولیهول زندگی میکنم. این دندون پزشک ایرانی ما اینجا تو این شهره، برای همین اومدیم اینجا پیشش. بذاریم ببینم الان مثلا شکلات ها رو بذار قیمت شده نم زده گفتیم قیمت بدم برگردم عقب. بله اینا ها، یه پوند و 49 پنس. بگو یه پوند و نیم. آره این شکلات ها دونه یه پوند و 49. هر پوندم به تومن فکر میکنم 33 34، بالا پایین میشه 32، نمیدونم چون هر روز قیمت ها فرق میکنه. الان اینا هم هست، این کاستیلا دونه ای آف خورده، البته 99 پنس بوده، یعنی یه پون الان شده 90 بوده 89 پنس. این 9 پنسی ها شما رو کاشته، بابا اون یه پنسش هم بنویس دیگه راحتمون کن. یعنی همه چی اینجا هم جا اگه دقت کنیم، یعنی مثلا زده 89 پنس، اینو زده 59 پنس، این تیری که خریدیه 99 پنس. نمیگه طرف یه پوند خریدم، میگه 99 پنس خریدم. خیار که شیرین خوردی که من که اصلا دوست ندارم راستش خیار شیرین. قیمت های اینجا خب نسبت به ایران خیلی گرونتره، ولی خب نسبت به درآمد افراد خوبه. مثل ایران نیست که یه جنسی رو گرون کنن بعد طرف نتونه بخره. گوشت رو گرون میکنن طرف نمیتونه بخره.
یکی از دوستای ما اینجا تاکسی کار میکنه، میگفت که مثلا مرغ گرون شد، وقتی مرغ رو گرون کردن بهشون پیام دادن که چون مرغ گرون شده حقوق شما هم بالاتر میره، یعنی یه چیزی گرون میشه از اون طرفش جبران میکنن، حقوق هم بالا میره. آره برای ما خوب میشه، ولی برای ایران به تومن بخوای حساب کنی خب یه کمی سخت میشه. مغازه‌های لیدل و آلدی مغازه‌های آلمانی هستن، اینا انگلیسی نیستن که من الان اومدم. این مغازه‌ای که اومدم توش مغازه‌های آلمانی هست، اجناسشون آلمانیه، برای همین بعضی موقع جنس های اینجوری داخلش لباس و محصولات کفش و همین چیزا هم دارن، دفتر و کلا همه چی اینجا گیر میاد. آره اینجا قیمت ها بالا زیاد نمیره، خیلی کم پیش این اتفاق مرغو میگم قیمتش رفته بود بالا، حقوق هم بالا رفته بود، برای حدودا فکر میکنم 3-4 سال پیش این اتفاق افتاده بود، ولی اینجا میشه. اونجوری نیست که هیچ قیمتی بالا نره ولی حقوقت هم بالا میره. آخ یاد دوران مدرسه افتادم بچه ها. پرگار یادمون میدادن چجوری باش کار کنیم. آخه یادش بخیر. اینا هم که قسمت مشروبات الکلیه. کلن آره لیدل خیلی خوبه، آلدی هم خوبه، ولی لیدل منم بیشتر دوست دارم. محصولات لیدل، آلدی فقط میگم همین شکلات ها رو میخورم و میرم دیگه، تنها چیزی که ازش من. لیدل بخاطر اینکه نون داغ تازه میزنه خیلی خوبه. اینا هم که اینایی که پت دارن، حیوان خونگی دارن، میتونن غذاهاشونه، اینم غذاهای سگای اینجا. ببین براشون بسکویت و شکلات هم گذاشتم. اینا هم غذاهای گربه ها. ترافیک قشنگ اینجا چه خبره؟ اینجا شهر خودمون نمیشه، همیشه خلوته. فروشگاه جامبو راستش نمیدونم. رومینا جان الان فعال شدی؟ خوبی؟ فروشگاه جامبو داریم اینجا، من زیاد چون بیرون نمیام اطلاعاتی ندارم، معمولا میرم یه جا خریدم و میکنم مستقیم برمیگردم خونه، جای اضافه هیچ وقت تاب نمیخوام اینم چه فروشگاه هایی اینجا هست. خب اینم قسمت سیب زمینی، فلفل دلمه‌ای. وای اینا رو چه خوبه، سویت کورن ها رو کوچولو کوچولو کردم. با طعم سیر و پنیر خود تاماته بیش داده. قیمتش هم 2 پونده، 1.99 پوند که میشه 2 پوند بگم راحت تره. بلال خوراکیان، بلال هم داریم اینجا، ببینید شیرم هست فکر کنم، خیلی کوچولو به نظر خوب میاد، من که بلال دوست ندارم. سلام سلام. آره منم نشنیدم در هلند و یونان داره. آها نمیدونم، من که اینجا نشنیدم، الان یکی از دوستام هم گفتن که نشنیدن. من برم تو صفش بریستم، برم اینجا بذارم. دیگه من فقط هرچی شکلات بار زدم فکر کنم.
customers. We are opening till number 3 for you. Please begin to unload your shopping. خب دیگه سوالی چیزی ندارین. من برم. من الان حدودا 12 ساله که اینجام. دیگه چی سوال کردین ندیدم؟ 12 سال نه که جواب دادم. خب دیگه فکر کنم همین دیگه همه رو جواب دادم. همگی روز خوبی داشته باشین. حالا شاید برم لیدلم اونجا هم فیلم بگیرم. فعلا خدا نگهدار همگی تون باشه. آه نه رومینو جان همش شکلات تلخ نیست، واقعا برعکس. برای متین اومدم خریدم. متین برعکس من فقط وایت چاکلت میخوره، اونم اینا رو میخوره که مال چیزه لیدل مارک اند اسپنسر هم داره، اونا هم خوشمزه است، اونا هم برش میخرم میخورم. مرسی از همگی فعلا، خدا نگهدارتون. خب بچه بغل من الان الدی بودم و حالا میخوام برم اون طرف لیدل، ولی الان نگاه کردم که کمپانی فورد اینجا اینا که ماشین دوست دارن الان رو اینجا نوشته drive me home today، یعنی منو با خود امروز رانندگی کن ببر خونتون. قیمتش هم زده 16,100 پوند. این ماشین نمیدونم اصلا فورد توی ایران داریم، نمیدونم، من خبر ندارم، ولی قیمت این ماشین الان 16,100 پوند. این یکی بیان یه ذره ماشینا رو نشون بدم برای آقایون که دوست دارن تا برسم به لیدر. نوشته بالاش choose it now، قیمتش هم 9500. این یکی 28350. اینه ماشیناش. اینجا کیا ماشین دوست دارن؟ اهل ماشینم، من کلا اسم ماشینانم بلد نیستم. حالا اینجا من فورد دیدن روش نوشته خوبیش فورد. این یکی 18,350. به احتمال زیاد امکاناتشون هم فرق داره. 24,900. 19,250. بهترین پراید رو داریم. وای پراید رو که نگه نگیم. دوینم اینجا زده مشخصات ماشین چی هستش. پترول زده ببینم داخلش اصلا پیداه، فکر نمی کنم داخلش پیدا باشه، اینجوری هم بیرونش رو ببینید. این 22,000 تا قیمت زده. قیمت ها ماشین اینجا خیلی پایینه نسبت به ایران. ایران وحشتناکه. زمانی که من ایران بودم قیمت پراید 6 میلیون بود بچه ها، الان چقدره؟ پراید 6 میلیون تومن. وای این چه خوشگله، من رنگ قرمز خیلی دوست دارم. اینم آبی. قیمت این زده 4,910. بچه اینجا نوشته که میتونن ماهیانه 110 پوند و 8 پنس بدن و این ماشین رو بردن، یعنی قسطی هم میتونی بخری. دارنم قیمت پراید رو کسی نوشت. با چند وقت کار کردن در انگلیس میشه این ماشین ها رو خرید؟ بستگی داره، مغازه از خودت باشه، کارگر باشی، ولی ماشین خریدن اینجا زیاد سخت نیست. گفتم الان با 110 پوند، یعنی حقوق مثلا کسایی که از تو مغازه همسر من الان کار میکنن مثلا 80-90 پوند دستمزد میگیرن بستگی به کارشون و تایمشون، و تا 110 پوند 120 پوند. میگم بستگی داره چه کاری انجام میدن، ولی معمولا ماشین خریدن اینجا راحته. بیش از 100 میلیون بسته مدل، یعنی ماشینی که 6 میلیون بوده اون موقع که من ایران بودم الان شده 100 میلیون تومان. واو.
نه اینجا خوبه، اینو زده 15000 پوند. اینم خوش رنگه. من فقط تو خط رنگی رنگی هم هر چی چیز رنگی من دوست دارم. چرا یه اینجا شد BMW؟ این BMW اینجا چیکار میکنه؟ 12300 BMW. ها اینا فکر کنم ماشینایی هن که دیگه جا به جا شدنه میارن. اینم رنج روبره، نمیدونم چرا اینجا تو فورد یه اینا رو گذاشتن. خب $145 میلیون شده پراید، یکی نمیش $100 میلیون. چه خبره؟ ثانیه ای قیمت بالا میره. خب بریم توی لیدل هم یه دور بزنیم. بچه ها اگه میخواین من از پیجتون حمایت کنم فالو کنم، اگه میخواین استوری کنم که راه حلش رو بهتون گفتم نوشتم، اگر برین یوتیوب من رو سابسکرایب کنی یه دوتا ویدیو ببینین، کامنت بذارین، لایک بذارین، بعد عکساشو برام بفرستین، پیج شما رو استوری میکنم. اما اگه میخواین خودم فالو کنم با این پیج، چون من مسابقه میذارم کسی رو فالو نمیکنم، ولی پیج آموزش آشپزی من رو میتونین، من 17 نفر رو بیشتر فالو نکردم، برین اونجا ببینیم. من وسط این آور پیاده اینجا ایستادم، ماشین نیازد خلوته، برین اونجا فالو کنین، من فالو بک میزنم همین. خب بریم لیدل. لیدل رو همه بیشتر اینجا دوست دارن، گفتم به خاطر اینکه نون داغ و تازه میپزه و برای همین یا بوی نونش از همینجا داره میاد. واقعا بهتره. ببین کاهو اونجا خریدم، کاهوها اینجا بیشتر دوست دارم. انگلیس به پوند هست. مثلا اینجا هم بیکریه، گفتم تفاوتش با الدی، این دوتا مثل اینکه دوتا برادرن، الدی و لیدل، دوتا محصولات آلمان رو دارن، ولی همه میگم اینجا رو بیشتر لیدل رو دوست داریم به خاطر اینکه این قسمت بیکری داره، تمام شیرینی و نون و این چیزا رو داغ داغ و تازه میده بیرون به خاطر این نون داغشه که خیلی مشتریاش بیشتره به نظرم. آقا اینایی که توی انگلیس زندگی میکنین یه استیک خوب به من معرفی کنین، استیک انگلیسی بخور نه ایرانی بخور، این پسر من ایرانی ها چیزایی که ما درست میکنیم غذا ایرانی نمیخوره، استیکم به سبک خودمون براش درست کردم دوست نداره، میگه میخوام مدل بذار ببینم بله انگلیس هستم، من خودم شهر سولیهولم ولی الان یه شهر دیگه هم. الان ساوتن کولفیلد هستیم، اومدیم اینجا یه دندانپزشکی ایرانی اینجا هست، مجبور شدیم بیایم برای یه دندانپزشکی ایرانی ما میکوبیم میایم یه شهر دیگه، برای همین اومدم، شوهرم رفته دندوناشو درست کنه، منم اومدم اینجا دارم لایو برای شماها فیلم میگیرم باهاتون صحبت میکنم تا زمان بگذره، یعنی میخواستم لایو براتون کتاب بخونم، دیدم نمیشه اینقدر قطع و وصل شد پشیمون شدم، اون موضوع رو حتما حالا بعدا صوتی میکنم، اون قسمت رو براتون میفرستم. عشان این ماستاش هم خیلی ماستای خوبی، اگه انگلیس زندگی میکنین میتونین این ماستای گریک رو بخرین، عالیه، کریمی، رژیمی نیست، رژیمیاش بغلشه، لوفت. بذار برم ببینم اینجا تو شهر اینا اون بستنی ایرانی ها رو داره، بستنی های پاک قدیم بود اینجا یه بار پیدا کردن دیگه نیاورد، نمیدونم چرا کلی ذوق کردیم بستنی پاک پیدا کردیم. خب بذار بریم قسمت بستنی هاش ببینیم اینجا داره، یعنی من کلا حله حوله خورم تا غذا خور، عاشق بستنی و شکلات و این چیزا.
بستنی پاک. من دنبال بستنی پاکی. آخه این بستنی هم کالریاش پایینه، من برام اینا رو هم میخورم. بستنی یخی لالیه، اینا هم خوبه. من دنبال کالری پایینم. خب فکر کنم اینجا هم نداره اون بستنی ها رو. یه بار دیگه بگردم. الان اینجا روزه، شب نیست دیگه. اینا قسمت پیتزاهای آماده. بچه اینا خوشمزه است. اینا که انگلیسی زندگی میکنین میتونین اینا از مغازه لیدل بگیرین. شنگ اینم از لیدل رو که دیدین تقریبا مثل همون الدیه. الدی چقدر شلوغ بود، لیدل چقدر خلوته. اینجا هم دوباره مثل همونجا یه سری اجناس میارن که وسیله خونه هست، لباس هست. اینم از این. یه چیزی نیست که بکنم نشون بدم دیگه. همه جا رو یه دور زدیم. بذارین یه چیز دیگه هم نشونتون بدم. اینایی که کیک درست میکنین، مارک این، من اینو خیلی دوست دارم، بتی کراکر. این خیلی کیک خوشمزه ای هست. اینم لیمونشه، وانیلش هم داره. خلاصه اینکه اگه خواستین کیک خودتون درست کنین خیلی هم راحت و خوبه. پشتش هم نوشته فقط بس 3 تا تخم مرغ بهش اضافه بکنین و شیر 200 میل شیر و کره حالا یا روغن. اینم خیلی عالیه. کیک همیشه درست میکنم. آموزشش هم گذاشتم اگه بلد نیستین، ولی خیلی راحته دیگه، آموزش نمیخواد. این هم که دیگه قسمت کانفلکساش داریم. معمولا اسپیشیال کی قیمتش خیلی بالاتره، ولی یه چیزی مثل اسپیشیال کی برای کسایی که رژیم میگیرن برای لاغری زده اینا ریت فروت. اینجا قیمتش مناسب تره. مثلا اونجا اگه دو یه نصف اون قیمت میشه اسپیشیال کی، اگه 2-3 پونده، اینجا زده 1 پوند و 8 پنسه. پس میتونین. یه چیز دیگه هم بهتون معرفی کنم، خوشمزه است. حتی من اینا رو از کاسکو میخرم، قبلا معرفی کردم. این نوتلا ها هم خیلی خوشمزه است. بیردی نوشته، وسطش شکلات داره، دورش هم بسکویت عالیه. خب دیگه نمیدونم، هرچی خوشمزه بود معرفی کردم. فعلا بریم. ساعت چند باید قطع کنم؟ الان ببینم ساعت همون بستم بدستم. برای همین الان نمیدونم ساعت چند دقیقا، ولی تقریبا فکر کنم ساعت 11-12 باشه، نمیدونم. خب ما اونجا بستیم. این هم که دیگه قسمت مشروباتش. بستیم توی صف به فاصله 2 متر. اینجا انگلیس هستش. Yeah, thank you. خب دو نفر جلو من بودن، رفتن اون طرف، صف اون طرف. خب فعلا من باید اینا رو حساب کنم. خدا نگهدارتون باشه تا لایو بعدی.
پس یادتون نره مسابقه ما رو حتما شرکت کنید.